این ساعت دیجیتالی رو میبینی؟ توی ویدیوی قبلی نحوه ساختش رو دیدید؟ توی این ویدیو میخوایم که با هم برنامهش رو بنویسیم؟ توی ویدیوی بعدی، پست بعدی هم میخوایم در مورد نحوه اتصالات این پشت دستگاه صحبت بکنیم و اتصالات دقیق رو با هم ببینیم که به چه شکلی انجام شده. تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. خب بریم سراغ برنامه نویسی این پروژه‌مون. نرم افزار کد ویژن AVR رو باز می‌کنیم. نحوه دانلود و نصبش رو داخل پیج و سایت آموزش دادم و فایل نصبیش هم داخل سایت برای دانلود رایگان موجود هست. این نرم افزار میایم از منوی فایلش گزینه نیو رو می‌زنیم و پروژه رو انتخاب و اوکی رو می‌زنیم. اینجا هم باز اوکی رو می‌زنیم تا پنجره کد ویزارد برای ما باز بشه. اینجا چیپ مورد نظر رو انتخاب میکنیم که همون اتمگای 32A هست. فرکانس مورد نظرمون رو میزنیم. حالا من اینجا میخوام که از فرکانس 8 مگاهرتز استفاده کنم. توی این پروژه تفاوت آنچنانی بین فرکانس های مختلف وجود نداره. در بعضی پروژه ها ما مجبوریم که فرکانس خاصی استفاده بکنیم. مثلا توی دوره سوپر کلاس برنامه‌نویسی میکرو اون مسئله‌ای که در مورد پرینتر حرارتی هست، اونجا گفتم که چرا باید از فرکانس 12 مگاهرتز اونجا حتما باید استفاده کنیم، ولی توی این شرایطی که می‌خوایم مثلا ساعت دیجیتالی بسازیم آنچنان تفاوتی نداره غیر از مصرف توان که هرچی این فرکانس پایین‌تر بگیریم بهتر هست. حالا من روی 8 مگاهرتز اینو قرار میدم و میرم سراغ تنظیمات بعدی. توی ویدیوی قبلی که ما اومدیم پین اوت ها رو تنظیم کردیم، یعنی اینکه پایه های متصل شده به 7 سگمنت ها رو مشخص کردیم، پایه های پورت ایمون هممشون باید خروجی بشن، چون 0 تا 6ش که مربوط میشن به A, B, C, D, E, F, G در 7 سگمنت و 7ش هم که مربوط میشه به اون دوتا چراغ چشمکزنی که قراره بیاد و به عنوان مثلا نیم ثانیه چشمک بزنه. خب اینو داریم. به اضافه این که پورت دی پایه 0 تا 5، 0 1 2 3 4 و 5، این دوتا هم که برای ترانزیستورهای PNP مون هستن که مش برای انتخاب 7 سگمنت مورد نظرمون استفاده میشن. پایه شماره 26 و 27 که میشه PC 4 و 5. اینا هم باید ورودی پول آب بشن، چون دوتا کلید بهشون وصل کردیم. و پایه C0 و C1 مون هم پول آبش میکنیم، اینا هم وصلن به پایه های SDA و SCL که مربوطه به IC ساعت هست، یعنی این دوتا مربوطن به پروتکل I2C که توی IC DS1307 استفاده شده. خب بریم سراغ ادامه کار. تنظیمات دیگه ای ما لازم نداریم. چرا؟ تنظیم I2C هم نیازه که حتما بیایم و انتخاب بکنیم. I2C رو بذارید ببینم، اینجا بیایم و I2C مون رو فعال بکنیم روی پورت C مون. پایه 0 مون SCL باشه و پایه یکمون SDA. میبینید پورت C SCL پورت پایه C0 و SDA پایه C1. اینجا هم که IC مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم، DS1307، اینم انیبل میکنیم. خروجی رو لازم نیست که انیبل بکنیم و همین برای ما کافی هست. خب میایم جنریت، از منوی پروگرام جنریت سیو ان اگزییت رو میزنیم. مثلا من میام روی دسکتاپم یک فولدر ایجاد میکنم،
اسمشو میذارم دیجیتال کلاک و اینجا میام سیف میکنم پروژم رو، حالا مثلا اسمش رو حالا هرچی که دوست داشتید سیف بکنید. تابع دیلی رو 100% که استفاده خواهیم کرد اینجا میایم اینکلود میکنیم. اینکلود میکنیم چون میخواییم از دیلی هم استفاده کنیم. خب بیام یک تابع بنویسم برای آپدیت کردن 7 سگمنت ها. بنویسم void update 7 sec. خب بذارید این تابع رو فعلا دست نزنم، من برم پایین تر یک کدی بنویسم ببینم که اصلا سخت افزاری که ساختیم درسته یا نه. خب اینجا من میام اول مینویسم پورت آ مساوی 0xff سمیکالون دیلی اندرلاین میلی ثانیه مثلا 500 و بعدش میام چیکار میکنم پورت آ مساوی 0xff و دیلی اندرلاین میلی ثانیه 500. قبلش هم میام تمامی ترانزیستورهای پی ان پی رو فعال میکنم. به چه شکلی فعال میکنم؟ میگم که پورت دی وصل بودن دیگه، درسته؟ پورت دی بذارید دی دی آره شد دی دی آره دی مساوی 0xff همشون خروجی و پورت دی مساوی 0xff. با این کار همه دی هفت پورت دی رو خروجی کردم همشون صفر، پس تمامی این ترانزیستور هامون روشن شدن دیگه، ترانزیستور های پی ان پی مون روشن شدن. خب بعد اینکه روشن کردم این رو بیام هی تون تون در واقع چشمک زن، تمامی ال ای دی هام چشمک زن باید بشن. حالا من این رو پروگرام بکنم ببینم که آیا تا اینجاش درسته یا نه. اگر درست باشه بریم سراغ برنامه بعدیمون که تست بعدی رو انجام بدیم. خب بذارید من اینجا انتخاب بکنم. بله میگم که حالا کریستال داخلی باشه، داخلی یا خارجی بذارید دیگه، چون کریستال من وصل کردم کریستال خارجی باشه. اوتو رو بزنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. نه نه اینجا من کریستال وصل نکردم. کریستال وصل نکردم. خب این الان درست داره کار میکنه، فقط بذارید من کریستال داخلی رو به جای اینکه داخلی باشه بیام خارجیش کنم. کریستال داخلی باشه، من کریستال خارجی نذاشتم برای همین کریستال داخلی. فقط اینجا مثل اینکه یه مشکلی هست، اونم از اتصالات همین پین هیدره، یعنی مشکل خاصی وجود نداره. این اینجا فشار بدیم درست میشه، این پین هیدره درست. خب پس الان این آماده است که ما برنامه شو بنویسیم. حالا بیایم یه تست دیگه بکنیم بریم روی سیستم. خب اول بیایم به جای این یکی یکی بذارید پیدا بکنیم که کدوما هستند. پورت آ مساویه یه بار بگم صفر، نه 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 بذارید بگم یک، بعد بگم دو،
اینم که 8. ببینید یکی یکی دارم روشن میکنم که پایه ها رو پیدا بکنم. 16 الان 16 رو به مبنای باینری ببری میشه 0 بی 0 0 0 0 1 0 0 0. یعنی من اومدم پنجمی رو روشن کردم، اولی دومی سومی ببخشید چهارمی رو روشن کردم. خب این به همین معناست. 16 32 64 و 128. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 آها 4 رو یادمون رفت، اینجا 1 2 4 باید میشد که اینا رو ما ترتیبی روشن بکنیم. بعد از اینکه ترتیبی روشن کردیم بیایم و یه دیلی مثلا 2 ثانیه‌ای بدیم، بعد ببینیم که اصلا کدوم کدومن، یعنی 0 و 1 و 2 و 3 و همش رو بدونیم، بعد پروگرام کنیم ببینیم که چی میشه. خب اینجا یادداشت کنیم. این 0 1 2 3 4 5 6. بله 0 1 2 3. اینا رو یادداشت کردم. 0 1 2 3 4 5 6. بذارید چک بکنم. اینم که 7 دیگه. خب اعداد رو بر اساس این میخوایم تولید بکنیم، اعدادی که میخوایم به دست بیاریم. عدد 0 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب بعد بیایم این 7 که اصلا کاری نداریم بهش، 7 رو کار نداریم، ولی برای عدد 0 باید 0 فعال بشه، 1 فعال نباشه، بقیه 2 3 4 5 6 و این 7 هم کار نداریم. برای عدد 1 باید 0 فعال بشه، 1 2 3 4 5 6، این هم حرف نزن. برای عدد 2 که اینطوری میشه 2 و 5 باید غیر فعال بشه دیگه، فقط 0 1 2 3 4 5 6 7. عدد 3 فقط 2 و 3. 0 1 2 3 4 5 6 7. عدد 4 باید 3 4 و 6 غیر فعال بشه. 0 1 2 3 4 5 6 7. عدد 5مون به این شکل میشه. 5 فقط 0 و 3. 0 1 2 3 4 5 6. عدد 6مون فقط 0. 0 1 2 3 4 5 6 0. عدد 7مون فقط 0 و 4 و 5 فعال هستن. 0 1 2 3 4 5 6 7. عدد 8مون که کلن همه فعالن، 1 2 3 4 5 6 7. عدد 9مون 3 فقط غیر فعاله. 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7. خب اینا رو ببریم توی کد بنویسیم، بریم روی سیستم ببینیم که به چه شکلی در میاد. خب اینا رو بیایم تست بکنیم ببینیم که اعداد رو درست نشون میده یا نه.
ببینید پورت آ رو بذاریم 0 بی 0 1 2 3 4 5 6 آها الان این درست برای عدد 0 مون برای عدد 1 مون 0 بی 0 0 1 0 0 0 0 1 این چیزی که در آوردیم برای عدد 2 مون 0 بی 0 1 0 1 1 0 1 1 برای عدد 3 مون 0 بی 0 1 1 1 1 0 0 1 1 برای عدد 4 مون 0 0 1 0 0 1 1 1 برای عدد 5 مون 0 بی 0 1 1 1 0 1 1 0 اینجا هم 0 بی رو نذاشتیم بذارید 0 بی رو بذاریم 5 رو نوشتیم حالا 6 رو میخواییم بنویسیم 0 بی 0 1 1 1 1 1 1 0 برای عدد 7 مون 0 بی 0 0 یک یک صفر 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 یک برای عدد 8 و 9 برای اونا هم یک کپی بگیرم از این خب برای عدد 8مون که میشه 0 1 1 1 1 1 1 1 برای عدد 9 مون که میشه 0 1 1 1 0 1 1 1 خب حالا باید این اعداد رو 1 2 3 4 5 6 تا آخر بنویسه اینا من بیلد بکنم روی سیستم آپلود بکنم 3 4 5 6 7 خب ببین 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کاملا درست داره کار میکنه 2 3 4 5 6 7 8 9 خب پس اعداد رو الان داره درست نشون میده اعداد رو داره درست نشون میده فقط این یکم لقی داره بذارید این پایانشم یکم اینور اونور بکنم که یکم دو سه چهار خب اینجا هم که خوب دیده نمیشه بذارید یک تلقی بیارم الان شاید بهتر ببینید این که چیز میکنه این به خاطر لقی پایه های 7 سگمنت همه خب تا الان درسته این پایه هاش لقه خب بریم روی سیستم ببینیم که ادامه کارمون باید به چه شکلی باشه خب اینم بر میدارم حالا من اینو که تست کردم یه بار دیگه میخوام تست بکنم با یک شرایط دیگه با این شرایط که به جای اینکه همه اینها رو فعال بکنم بیام فقط یکیش رو فعال بکنم این که صفر باشه صفر بودنشو باشه کاری نداریم باهاش به جای اینکه این کارو بکنیم مثلا بگیم که صفر یک بعدن دوباره همین رو بنویسیم کپی کنیم
پیست میکنم به جای این 02 02 دوباره 04 دوباره 08 8 ببخشید من دارم چی می نویسم 08 نمیشه که این اصلا بگیم 1 2 4 8 16 32 64 64 هم اصلا نیاز نیست، تا 32 کافی بود دیگه. ما 0 1 2 1 2 4 8 16 32 6 رو نوشتیم. پس اینو من بیلد بکنم، بریم روی سیستم آپلود کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. همشون که فعال شدن. خب بذارید اینا رو حالا که تست کردیم اینا رو بردارم من کات کنم. ببین کات میکنم و میبرم این بالا که این تابع ازش استفاده کنم. فقط یک چیزی، این عددهایی داره تکرار میشه، برای همین من میخوام که بیام و یه تابع براش بنویسم. بنویسم چی مثلا؟ int red digit int num، یه تابع که بیاد این مقادیر رو برگردونه. این مقادیر رو من از اینجا بگیرم، این بگم که if نام مساوی صفر return، این رو returnش کن. خب این دیلای ها رو هم همه شما پاک کنم، دیلی نمیخوایم. و اینو هم که میخوایم، حالا عددها رو من تغییر خواهم داد، به جای صفر عددهای مربوطه رو مینویسم. حالا این بشه 1، این بشه 2، این بشه 3، این بشه 4، این بشه 5، اینم بشه 6، اینم بشه 7 8، اینم بشه 9. خب اینا رو هم بذار یک کم ببرم جلوتر که کدمون یکم خوشگلتر بشه. خب پورت آموساوی فلان رو هم که نباید باشه دیگه، اینجا باید پاک میکردم. این رو هم خب الان این عددها رو ما داریم، عددها رو داریم، بریم سراغ به ادامه کارمون. توی آپدیت 7 سگمنت من میخوام که یک اینت آورز رو بگیرم، بعد اینت مینیتس رو بگیرم، بعد اینت
سکند رو بگیرم و اینها رو نمایش بدم. خب اینها رو نمایش بدم. خب بیایم حالا اینت تمپ رو داشته باشیم. ما میخوایم اول یکان سکند رو نمایش بدیم، بعد دهگانش رو، بعد بریم سراغ یکان مینیتس، بعد دهگان مینیتس، بعد بریم یکان آورز و دهگان آورز. حالا اینت آف دیلی مساوی دو، من اینطوری بنویسم، یک متغیر تعریف کردم آپدیت دیلی که اینو استفاده خواهم کرد. حالا تمپ چیه؟ میاد میگه که تمپمون برابر باشه با سکندز باقی ماندهش بر ده، هر چی که باشه بگیم پورت آ مساوی رت دیجیت تمپ و دی دی آرش هم، دی دی آر اینم فعال بکنیم. اول بیایم دی دی آر رو کلن غیر فعال بکنیم. دی دی آر دی مساوی صفر، کلن دی دی آر رو غیر فعال بکنیم. بعد بیایم عدد رو تبدیل کنیم روی پورت آ بذاریم، بعد اینو فعالش کنیم. حالا این رو برای مراحل بعدی هم باید انجام بدیم. مثلا کدوم مراحل؟ همین اینا رو پاک کنم دیگه، اینا رو من نمیخوام. یعنی دهگان همین سکندز دی دی آرمون بشه دو. همین رو ما سه بار دیگه میخوایم، کنترل سی وی و وی. به جای سکندز حالا مینیتز رو میخوایم، مینیتز. و به جای این یکی هم آورز رو بذاریم، پیست کنیم. حالا اینجا دو بود، چهار، هشت، دیگه اینا رو میدونید که چرا عدد رو اینطوری نوشتم، 16 و 32. خب و تمام. الان این باید آپدیت بکنه. فقط هر کدوم که این کار کردیم باید یک دیلی هم بهش بدیم. دیلی چیه؟ دیلی آندرلاین ام اس آپ دیلی، یه تأخیری هم داشته باشه. خب حالا چیزی که باید بنویسیم اینه که بیایم RTC رو بخونیم و اینجا نمایش بدیم. خب بذارید اینجا من بیایم سه تا متغیر تعریف بکنم. int hours minutes و seconds، اینا رو باید تعریف بکنم و بذارید اینو یه آر اولش بذارم که با اینا قاطی نشه. قاطی نمیشه ها، ولی برای خودم میخوام اینو بنویسم که خودم اینا رو قاطی نکنم. خب بذارید حالا بریم از هلپ این کد ویژن بیایم سرچ بکنیم DS1307 رو. سرچ بکنیم ICM. خب این نحوه تنظیماتش رو اینجا گفته و بذارید تابه هاش ببینم. اینجا هست یه RTC get date، RTC set date، RTC get time، آها set time get time. get time رو بیایم اینجا استفاده کنیم. اینا که ما استفاده کردیم، در واقع تنظیم کردیم، بیایم اینجا بنویسیم، بگیم که آقا get time کن r hours r minutes و r seconds.
بذارید حالا من یه رام بکنم ببینم خطایی چیزی. خب سکانز اینجا اشتباهی نوشته من. ای کنترل اف 9 دو تا خطا. اینجا هم باز به همین شکل، بازم اف 9 خطا. اینجا چی میگه؟ کجا خطا داد؟ آها میگه که باید آنساین چر باشن، میگه که باید نوعشون آنساین چر باشه. من اینتیجر تعریف کردم، آنساین چر. خب اینم درست شد. اینجا میگه که our hours تعریف نشده، اسمشو اینجا چی گذاشتم؟ خب بذار اینجا بیارم دوباره اینم اسمشو بنویسم F9. اینجا هم که میگه خب اینش رو من اینجا ننوشتم. آها غلط املایی بود در واقع. بذارید ببینم دیگه چه مشکلی هست. اینو ایراد میگیره، اینم ایراد میگیره. البته فکر کنم اینها رو ما باید با مرجع بدیم، یعنی انتقال با مرجع بدیم اینها رو که تغییرش هم بده. انتقال با مرجع با یک امپرساین، اینجا امپرساین بذاریم. امپرساین هم نشد. چی میگه؟ آنسایندش رو بردارم. آها اینم که به این شکلی اسمشو غلط نوشتم. خب اینم به همین شکل. بعد بگیم update 7 sec r hours r minutes و r seconds. حالا بیایم اینو اجرا کنیم ببینیم که چه مشکلی هست، اگر مشکلی هست. ببین روی بورد الان به این شکل در اومده، الان این درست نیست. خب برگردیم روی سیستم ببینیم که چطور میتونیم اینو تست کنیم، ببینیم ایراد از چیه. اینو تست کنیم ببینیم ایراد از چیه. یا ایراد ببین یا از اینه یا از این. خب اول تست بکنیم ببینیم که این درست کار میکنه یا نه. من میام الان اینو کامنتش میکنم، بعد این سه تا متغیر رو اینجا دستی مقدار میدم. مثلا میدم 24، این یکی رو مثلا میگم باشه 58، این یکی هم باشه مثلا 83. ببین درسته که ثانیه هیچ وقت 83 نمیتونه باشه، ولی اینجا ما میتونیم تست بکنیم دیگه. بگیم دستی اینو 83 اش کن. حالا ببینیم که آها حالا بریم روی بورد ببینید. روی بورد 24 59 83 رو به ما داد. یعنی چی؟ یعنی آپدیت 7 سگمنتمون الان درست کار میکنه. اینجا نورشون کم و زیاد الان میتونیم ها یکم تغییر بدیم. ببین یکم نورشون رو با اینا کم و زیاد هم میتونیم بکنیم. یکم میتونیم تنظیمشون بکنیم. خب بریم روی سیستم ببینیم که مشکل از چی میتونه باشه. ببین پس اینا رو نمایش داد 24 59 58. اینم به خاطر لقیه ها، لقیه خاطر لقیه این 7 سگمنته که داره این شکلی میشه. خب و 83
کاملا درست نمایش داد. پس مشکل از این IC هست، IC ساعتمون یا درست کار نمیکنه یا هر چیزی. خب علت میتونه از این باشه که ما ستش نکردیم، تایم رو ست نکردیم، ممکنه که از این باشه. خب بیایم حالا من اینجا یه ست تایم هم بزنم، این IC مثلا باشه ساعتش 8:23:10. خب بیلدش بکنم، بیام روی این، آها آپدیتش نکردم هنوز، اینا رو هم میتونم پاک کنم. خب بیام حالا اینو بیلد بکنم، برم روی ورد ببینم که چه شکلیه. نه دوباره این داره خطا میده، پس من اینو از حلقه بیارم بیرون، یه بار تست بکنم ببینم که این درست جواب میده یا نه. نه بازم به همین شکل ایراد میده. حالا بیام این چری که نوشتم، بیام آنسایندش بکنم، آنساین چر، و بیام این رو، نه دوباره مشکل حل نشد. پس اینا که درست کار میکنم، ببین اینا درست کار میکنم، ولی این DS13.07مون درست کار نمیکنه. RTC رو هم که اینیشیالایز کرده، این هم که اینیشیالایز کرده، تایم رو هم که ست کردیم. بریم این رو یه دور بخونیم. ممکن هست که ما پایه ها رو اشتباه بست کرده باشیم، یه چک بکنیم پایه های این RTC مون رو. این یکی SDI، بله دیگه ما اشتباه بست کردیم، یا اصلا کلن برعکسه، کلن برعکس اینو بست کردیم، پایه های این IC کلن برعکس بست کردیم. الان درست شد، IC رو من اشتباه بست کرده بودم پایاشو، الان درست شد. اینو من بیارم اگر این قسمت، این رو هم من برمیدارم، این خط رو هم، بعد میام بیلد میکنم اوکی و انتقال میدم برنامه رو روی. بله ببینید الان ساعت مثلا 8:29:52 53 به این شکل داره الان ساعت رو برای من نمایش میده. خب این پایه 7 سگمنتمون یکم مشکل داره، 28 به این شکل. بذارید این هم بیارم. خب
خب فقط دو تا چیز مونده، یکی دکمه رو درست کنیم و یکی هم این که بیایم و دکمه رو درست کنیم و این که این چشمک زن چراغ هم روشن بکنیم، درست بکنیم. خب فقط اینجا که آپدیت میکنیم، چون مقدار این رو پورت آر رو میخوایم بدیم، ما اینجا قبلش بگیم یه اینت هم اینجا بذاریم، بگیم اینت دات مساوی صفر، اینجا بگیم داته مساوی پورت آ دات هفت و آخرش هم بیایم بگیم قبل این بگیم پورت یا بذارید اینو اصلا از اینجا بردارم ببرم روی دیجیت. دوستان من اینو داشتم برنامه شو می نوشتم ولی این رکوردر من یهو قطع شده و از نصفه تا آخر رو در واقع ضبط نکرده. حالا من میخوام اینجا توضیح بدم خطها رو، حالا نمیدونم که کدوم ها رو نوشته بودیم. اینایی که بودن سه تا متغیر برای کدمون بوده، ساعت و دقیقه و ثانیه است. این یکی مربوط به نگه داشتن آخرین وضعیت ثانیه است که اگر تغییر بکنه ما اون چشمک زنه رو روشن خاموش بکنیم از روش، و این آیه هم برای تأخیره. خب این تابه رو که گفتیم یه نقطه دات هم گذاشتیم براش که اون داته یعنی همون نقطه چشمک زن چارت لیدیه رو وضعیتش رو اینجا برداریم و بعد با این مقداری که میخوایم برگردونیم یایش بکنیم. اگر این کارو نکنیم همیشه اون خاموش میمونه. میخوایم که وضعیتش رو این تابل ردیجیت وضعیت اون نقطه رو تغییر نده، فقط اون سگمنت ها رو تغییر بده. این تابل اپدیت سیون سگمنت رو که فکر کنم گفتیم، بعد بیایم پایین تر اینجا هم که حالا دو تا دکمه رو پول اپ کردم انجام داده بودم، ولی این وسط یه مشکلی پیش اومد کار نمی کرد. این کار نمی کرد، من آخر سر فهمیدم که فیوز بیت جی تک چون غیر فعال بوده، در واقع فعال بوده، چون فعال بود به خاطر همین این دوتا دکمه کار نمی کردن، یعنی غلط کار می کردن، چون این دوتا هم مربوطن به پایه های جی تک میکرو اتمگا 32. به خاطر همین حالا اومدیم دوتا دکمه رو اینجوری نوشتیم، گفتیم که اگر این دکمه فشار داده شد ثانیه رو صفر کن، دقیقه رو یه دونه ببر بالا، و اگر دقیقه بالاتر از 59 شد با این پلاس 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 صفرش کن، ستش کن روی تایمرمون و دوباره تایمر رو از اول بگیر، بعد بیا تأخیر بده 50 بار، بیا 7 سگمنت رو الکی آپدیت کن تا وقت بگذره، دکمه مثلا چند بار فشرده فرض نشه. اینم برای پایه آورز هست که میاد ساعت رو افزایش میده و اگر از 11 بالاتر شد صفرش میکنه، همین مراحل رو براش طی میکنه. اینم که آپدیت 7 سک. خب نتیجه رم که بریم روی بردمون ببینیم که چه شکلیه و تمام. خب 11، اینم 11، 12، 13، 14، 15، 17، 18، 20. خب تأخیرش رو یکم کمتر بکنم، به جای 100 بذارم 50، اینم به جای 100 بذارم 50. کنترل F9، انتقال روی IC، تمام. خب اینم از این تمام. خب پروژه ما هم اینجا به پایان رسید.
امیدوارم که این پروژه رو هم دوست داشته باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر نیازی میدونید که بیام مدارش رو جداگانه کامل براتون رسم بکنم و تحلیل بکنم، کامنت کنید لطفاً. و اگر میخواید که کد رو براتون بیشتر توضیح بدم خط به خط، اونم برای من کامنت کنید. اگر تعداد کامنت ها زیاد باشه، تعداد افرادی که میخوان، حالا من میام این کار رو براتون انجام خواهم داد. امیدوارم موفق و معید باشید.